بسم الله الرحمن الرحیم من ساره شفیعی هستم در خدمت شما هستم برای ارائه این آموزش به طور کلی وقتی که صحبت از فیزیک هسته‌ای میشه فیزیک هسته‌ای یه شاخه ای از فیزیک هستش که در اون ویژگی‌های اتم اتم‌ها مورد بررسی قرار می‌گیره این ویژگی ها میتونه شامل گشتاورهای مغناطیسی و الکتریکی هسته ها باشه یا حتی بحث مرتبط با انرژی های بستگی، خواص رادیواکتیو هسته ها و سایر مسائلی که مرتبط با این موضوع هستش. علاوه بر این موارد، بحث انواع واپاشی ها و برهمکنش های هسته ای همچنین حالت های برانگیخته هسته ای هم در فیزیک هسته ای مورد بررسی و آنالیز قرار می گیره. در کنار این موارد به موضوع ایجاد واپاشی آلفا، گاما و حتی بتا اشاره میشه. به طور کلی اگر که بخوایم موضوعات مختلفی که در فیزیک هستهای مورد بررسی قرار می گیرن رو دسته بندی بکنیم میتونیم بگیم که ویژگی های استاتیکی و دینامیکی هسته ها در فیزیک هسته ای مورد تحلیل و آنالیز قرار می گیرن. قبل از اینکه بخوایم وارد مباحث مرتبط با فیزیک هستهای بشیم باید به اصول مکانیک کوانتومی اشاره بکنیم به خاطر اینکه رفتار موجی ذرات رو ما میتونیم با مکانیک کوانتومی تعیین بکنیم دوبروی هم تونست این نتیجه رو به نمایش بگذاره که در واقع ذرات میتونن یک رفتار موجی از خودشون به نمایش بذارن و تونست ثابت بکنه که ذره توانایی نمایش رفتار موجی رو داره بنابراین رفتار بسیاری از الکترون ها رو وقتی که بررسی می کنیم می بینیم که رفتاری که از خودشون نشون میدن مشابه نور یا حتی موج آب هستش که همه اینها در مکانیک کوانتومی مورد تحلیل قرار می قبل از اینکه وارد مباحث بشیم میخوام یک توضیحی بدم در خصوص نظریه دوبروی. دوبروی گفته که طول موج یک ذره که ما این رو با لاندا نمایش میدیم متناسب هستش با عکس اندازه حرکت که توی این قسمت اندازه حرکت با پی نمایش داده شده که حالا توی معادلات هم داریم و یک تعریفی هم از خود اندازه حرکت داریم که برابر بر هستش با اش تقسیم بر لاندا مساوی با H در F که فرکانس هست تقسیم بر C مساوی با E تقسیم بر C که منظور از H در این قسمت و این معادله همون ثابت کوانتوم پلانک هستش. پس متوجه شدیم که لاندا یا همون طول موج ذره ما میتونه با عکس اندازه حرکت تناسب داشته باشه. برای اینکه بخوایم نتایج رو در کوانتوم مورد تحلیل و بررسی قرار بدیم از معادله شرودینگر استفاده میکنیم این معادله معادلهی هستش که ما میایم بر اساس طول موج دوبروی موجی که وابسته به ذرات هست رو توصیف میکنیم و با استفاده از این معادله شرودینگر به راحتی میتونیم تغییر حالت سیستم های کوانتومی رو بیان بکنیم و نحوه تغییر اونها رو مورد بررسی قرار بدیم. اشاره میخوام بکنم اینجا به ای که یک بودی هستش و مستقل از زمان هست. که ما معادله رو میگیم معادله یک بودی شرودینگر. و اینجا میخوایم توضیح بدیم که این معادله به چه شکل میتونه باشه در فضای یک بودی و ما چجوری میتونیم نتایج رو از این معادله به دست بیاریم. فرض میکنیم که ما یک ذره ای داریم، این ذره جرمش M هست. در کنار این ذره ما دارای انرژی پتانسیل هم هست که ما توی این معادله با Vx این انرژی رو نشون دادیم. چرا؟ چون گفتیم اینجا بحث ما یک بودیه و میخواییم توی محور X این موضوعات رو مورد تحلیل قرار بدیم. پس تابع موج شرودینگر رو به عنوان سای X در نظر گرفتیم. بریم سراغ معادله. توی فضای یک بودی و مستقل از زمان معادله شرودینگر ما به این ترتیب است. منفی H بار دو دو دی دوی سای تقسیم بر دی X دو به اضافه وی X در سای X مساوی با ای در سایه x. اگر بخوایم تابع شرودینگر رو هم تعریف بکنیم به این ترتیب هست چون این تابع بر حسب x و t به دو تا مؤلفه تقسیم بندی میشه یه دونه سایه x هست که مبتنی بر مؤلفه x هست ضبط در ای به توان منفی آی اومگای تی که این قسمت تی نشون دهنده همین مؤلفه زمان و تی هست که در سای بهش اشاره شده. اینجا میخوایم اشاره بکنیم به شرایطی که حتما باید اون تابع موج ما در معادلات داشته باشه. خب اگر بخوایم شرایط رو براش در نظر بگیریم حتما باید تابع موج ما در حالت x مساوی با a که مرز بین دوتا محیط هم هست این دوتا شرط رو باید حتما داشته باشه کدوم شرط؟ شرط اول این هستش که حتما باید تابع موج ما که همون سای هست و در معادله شرودینگر توضیح دادیم این تابع سای باید در مرز بین دو محیط که حالا اینجا فرض کردیم x ما مساوی با آی باشه این تابع موج باید پیوسته باشه پس چه معادله‌ای رو میتونیم براش در نظر بگیریم؟ میتونیم بگیم لیمیت سای آی به اضافه ای اپسیلون منهای سای آی منهای اپسیلون برابر باید باشه با صفر زمانی که اپسیلون رو حد میدیم به سمت صفر چون لیمیت میدونید دیگه همون حد دادن این تابه هست که اینجا ما در واقع سعی کردیم که اون رو به سمت صفر حدش بدیم شرط دومی که این باید داشته باشه اینه که زمانی که شما میاین از سای مشتق اول میگیرید نسبت به x این تابع و این مشتقی هم که شما گرفتید در مرز بین دو تا محیط یعنی در قسمت x مساوی با a اون هم باید پیوسته بمونه یعنی چی یعنی وقتی شما میاید ازش لیمیت میگیرید لیمیت دی سای به دی ایکس مشتق اول دیگه در x مساوی با a به اضافه اپسیلون منهای dsi به dx x مساوی با a منهای اپسیلون این هم باید صفر باشه خب ما با توجه به این شرایطی که براش در نظر گرفتیم سعی میکنیم که معادلات شرودینگر رو در مرز بین دوتا محیط حل بکنیم نکته مهمی بود که گفتم مطلع باشید از شرایطی که برای تابع موج در معادلات شرودینگر در نظر میگیریم. پس میتونیم اینجا با توجه به توضیحاتی که دادیم به این نکته اشاره بکنیم که شرطی که در معادلات شرودینگر وجود داره اینه که حتما باید تابع موج سای متناهی بمونه. و ما مجبوریم که جوابهایی رو از معادله شرودینگر حذف بکنیم اونم جوابهایی که توی اونها تابع موج سای نامتناهی هست پس جوابهایی که در نظر میگیریم جوابهایی که نشون دهنده متناهی موندن تابع موج هستش خب میخوایم حالا بیایم احتمال حضور ذره یا بسته موج رو به دست بیاریم. معمولا وقتی که میخوایم این احتمال رو به دست بیاریم احتمال رو ما با پی نمایش میدیم و چون داریم در یک بود این رو بررسی میکنیم پس متغیر ما میشه در محور x پس میشه پی ایکس. اگر که بیایم فاصله ای که بین x و x به اضافه دی x وجود داره رو در نظر بگیریم میتونیم این رابطه رو برای احتمال حضور ذره داشته باشیم. یعنی بگیم که احتمال حضور ذره که پی ایکس هست در دی ایکس برابر هستش با سای استار ایکس و تی زب در سای ایکس و تی در دی ایکس که توی اینجا میبینیم یه سای استار در معادله ما ایجاد شده که این سای استار منظور همون مزدوج مختلط سای هستش و چون معمولا ما همیشه چگالی احتمال رو بر اساس ضرب سای در سای استار نمایش میدیم به خاطر همین توی این رابطه هم وقتی که میخوایم احتمال حضور ذره رو به دست بیاریم پس میایم از ضرب سای استار در سای استفاده میکنیم اینجا باز میخوایم به اصول مکانیک کوانتومی اشاره بکنیم. توی این حالت چه اتفاقی میفته؟ وقتی که شما میخواین احتمال حضور یک ذره رو به دست بیارید و اینجا داریم فرض میکنیم که ما این احتمال رو میخوایم در یک محدوده بین x1 تا x2 به دست بیاریم. بنابراین توی این حالت سعی میکنیم که انتگرال همه احتمال های بی نهایت کوچیک رو به دست بیاریم و توی حالت این احتمال حضور ذره از انتگرال سایستار در سایدی ایکس به دست میاد توی حالت یک شرطی وجود داره به عنوان شرط بهنجارش که توضیح میدم خدمتتون این شرط به چه صورت هستش وقتی که ما اون معادله رو به دست آوردیم متوجه شدیم که به طور کلی احتمال حضور ذره برابر یک هستش و ما اینجا به این روابطی که به دست آوردیم که حالا برابر هم در نهایت شد مساویه با یک متوجه شدیم که اینجا میتونیم این شرط رو به عنوان شرط بهنجارش به در نظر بگیریم که این شرط خودش یک ابزاری هست برای اینکه بتونیم ضرایب ثابت در سای رو تعیین بکنیم یعنی اگر که ما بیایم این انتگرال رو از منفی بی تا مثبت بی نهایت در نظر بگیریم و ضرب سای سار در سای هست در دی ایکس به این نتیجه میرسیم که این برابر با یک هستش خب توی این حالت میخوایم حالا بیایم سهم هر تابه رو در مقدار میانگینش به دست بیاریم. توی حالت فرض میکنیم که یک تابه fx داریم و میخوایم مقدار میانگین اون رو به دست بیاریم که معمولا مقدار میانگین هر تابه ای رو با این علامت نشون میدیم پس f درون این علامت قرار میگیره خب برای اینکه بخوایم مقدار میانگین رو به دست بیاریم از چگالی احتمال استفاده میکنیم البته این نکته رو هم در نظر بگیرید که مقدار میانگین یک مقادیر انتظاری کوانتوم مکانیک هستش که با استفاده از سایستار و سای به دست میاد پس میگه مقدار میانگین F برابر میشه با انتگرال سایستار در خود تابع F زب در سای در دی ایکس. تا اینجا هر صحبتی که داشتیم در خصوص معادله شرودینگر در حالت یک بودی بود که ما محور X رو در نظر گرفته بودیم. حالا اینجا میخوایم ببینیم که اگر که در حالت سه بودی باشیم منظور از حالت سه بودی همون X و Y و Z هست در دستگاه دکارتی در نظر میگیریم و فرض میکنیم که انرژی پتانسیلی هم که داریم و در این معادله میخوایم بررسیش بکنیم خود این انرژی پتانسیل هم تابعی از x و y و z باشه خب اگر حالا بخوایم معادله شرودینگر رو تو حالت سه بودی بررسی بکنیم از کدوم فرمول باید استفاده بکنیم البته باز توصیه میکنم این فرمول شرودینگر در دستگاه مختصات دکارتی هست بر حسب ایکس و وای و زد و من اون قسمت کروی یا موارد دیگه ای رو تو این قسمت نیوردم این فقط مختص دستگاه دکارتی هست که شما تو این حالت باید از این فرمول استفاده کنید منفی اچ بار دو دو در روندوی سای به روند x2 به اضافه روندوی سای به روند y2 به اضافه روندوی سای به رونده z2 به اضافه پتانسیل رو میاریم که v x y هست در سای x y مساوی هستش با e در سای XYZ y سایمون رو هم اگر که بخوایم بر اساس معلفه ها و به خصوص زمان بنویسیم به این شکل میتونیم داشته باشیم که سایه x و در ای به توان منفی آی اومگایتی که این قسمت سای داره تابع ما بر حسب معلفه های x و رو نشون میده و خود ای به توان منفی آی اومگاتی تی همون معلفه سای در خصوص زمان هستش که ما میتونیم این رو به این شکل بنویسیم. حالا که با معادله شرودینگر به ویژه معادله شرودینگر در فضای یک بوده آشنا شدیم میخوایم یکی از این مسائل مهم در این زمینه رو با هم حل بکنیم. یکی از این مسائل بحث پتانسیل پلی در حالت یک بوده هستش که توی این مسئله فرض میکنیم که ذره در تمامی فضایی که وجود داره آزاد هستش و این ذره در حین حرکت میاد یک دفعه مواجه میشه با یک پتانسیل وی صفری که در یک نقطه خاصی وجود داره که این نقطه رو ما هم تا تو که توی شکل هم میبینید به عنوان X مساوی با صفر در نظر گرفتیم حالا توی این مسئله هدفمو اینه که ما بتونیم به راحتی شار دینامیکی از ذرات با جرم ام رو حساب بکنیم. البته این نکته رو هم باید بهش دقت بکنیم که ذرات همگی دارند با سرعت یکسان به سمت این پله پتانسیل حرکت میکنند. خب بریم ببینیم اگر بخوایم این مسئله رو حل بکنیم از چه رابطه باید استفاده بکنیم. توی حالت فرض میکنیم که انرژی که ذرات دارن بیشتر از اون پتانسیل هستش یعنی ای ما بزرگتر از وی صفره پتانسیل رو هم که چون در فضای یک بودی داریم بررسی میکنیم به شکل Vx نمایش میدیم برای این حالت دو تا ناحیه در نظر میگیریم یک ناحیه مربوط به ذراتی هستش که هنوز به این پتانسیل به این پله برخورد نکردن و ذرات توی ایکس کمتر از صفر قرار دارن یه ناحیه دیگه ای رو هم در نظر میگیریم به عنوان ناحیه دوم که توی این حالت فرض میکنیم که ذرات به پله برخورد کردن و از اون عبور کردن که این ناحیه برای ایکس های بزرگتر مساوی با صفر هست که توی شکل هم اینها رو نشون دادیم خب اگر بخوایم توی ناحیه یک پتانسیل رو بررسی بکنیم چون گفتیم که ذرات اونجا آزادانه دارن حرکت میکنن بنابراین پتانسیل این ذرات صفر هستش اما توی ایکس های بزرگتر مساویه با صفر که مربوط میشن به ناحیه دوم پتانسیل برابر هستش با وی صفر و ما اینجا داریم فرض میکنیم که پتانسیل وی صفر ما هم مثبته. بریم ببینیم حالا چطوری میتونیم معادله شرودینگر رو در ناحیه یک حل بکنیم. همونطور که توضیح دادیم گفتیم که توی ناحیه اول ذرات ما به شکل آزاد هستند و پتانسیل این ذرات هم به شکل صفر. معادله شرودینگر در فضای یک بودی به این شکل تعریف شده بود. یعنی ما داشتیم که منفی اچ بار دو دو اموم دی دوی سایه x تقسیم بر دی ایکس دو به اضافه وی ایکس در سایه x مساوی با ای در سایه x. خب اینها رو یه خورده مرتب می میکنیم مثلا منفی اچ بار دو دو ام رو میاریم این طرف معادله و ساده سازیش میکنیم میرسیم به این رابطه که دی دوی سایه یک x ما تقسیم بر دی ایکس دو مساوی شده با منفی دو ام ای تقسیم بر اچ بار در سایه یک x و اینجا دقت بکنید که چون ما داریم تابع پتانسیل در ناحیه یک رو بررسی میکنیم بنابراین اسم تابعمون رو گذاشتیم سایه یک x خب اینجا میایم یک عدد موجی رو تعریف میکنیم که همونطور که میبینید K1 رو ما به صورت رادیکال دو ام تقسیم بر اچ بار دو تعریف کردیم و میایم جایگذاری میکنیم توی این معادله و این رابطه رو میبریم به این سمت. پس نتیجه نهایی داریم که دی دوی سایک ایکس تقسیم بر دی ایکس دو به اضافه K1 به توان دو در سایک ایکس برابر شده با صفر. اون رابطه که به دست آوردیم معادله شرودینگر در فضای اول بود. حالا میخوایم بیایم در ناحیه دو این معادله رو به دست بیاریم. پس براش یک تابع سایدوی در نظر میگیریم و فرض میکنیم که ذرات ما حالا توی ناحیه ایکسای بزرگتر مساوی با صفر قرار دارن. خاطرتون باشه توی حالت گفتیم که پتانسیل ما برابر هست با وی صفر. پس ما اینجا به جای وی ایکس همون پتانسیل وی رو جایگذاری میکنیم. و این دو ام اچ بار دو رو میبریم این سمت و معادله ما تبدیل میشه به این رابطه. یعنی این وی رو هم شما بیارید این طرف و ساده سازی بکنید. داریم دی دوی سای دوی ایکس تقسیم بر دی ایکس دو برابر با منفی دو ام ای منهای وی تقسیم بر اچ بار دو در سایدوی x که توی این حالت هم میایم عدد موج کادو رو در نظر میگیریم و این رو به صورت رادیکال دو ام ای منهای وی تقسیم بر اچ بار دو در نظر میگیریم و کادو رو جایگذاری میکنیم توی معادله پس داریم دی دوی سایدوی x تقسیم بر دی ایکس دو به اضافه کادو به توان دو در سایدوی x که مساوی میشه با صفر پس ما به راحتی تونستیم معادله شرودینگر رو در ناحیه یک و ناحیه دو به دست بیاریم خب حالا میخوایم پاسخ این معادله شرودینگر رو به دست بیاریم همونطور که توی شکل هم دارید نگاه میکنید ببینید ما یک رو میتونیم به این شکل بنویسیم. آ در ای به توان آی کای یک ایکس به اضافه بی در ای به توان آی کای یک x ایک برای چه ناهیه ای؟ ناهیه ای که ایکس هاشون کوچکتر از صفر هستن. برای اینکه ذرات توی این حالت حالت رفت و برگشتی دارن و ما هر دو حالت رو داریم. یعنی هم حالت A رو داریم و هم حالت B رو داریم. توی موج دوم را نگاه بکنید یعنی حالتی که ایکس آمون بزرگتر مساوی با صفر. پس رابطه ای که میتونیم تصور بکنیم اینه که دقیقا مشابه تابع موج اول بیایم زرایه به C و D تعریف بکنیم و بگیم که تابع موجمون میشه C در ای به توان آی ایکس به اضافه دی در ای به توان آی کادوی ایکس. اما نقطه‌ای که وجود داره ببینید در x مساوی با صفر ذرات ما میاد از این پله عبور میکنن یا اینکه حتی باستابیده میشن نقطه‌ای که اینجا وجود داره اما وقتی که ما توی این فضا داریم ذرات رو بررسی میکنیم میبینیم که ذرات توی این حالت فقط دارن عبور میکنن و ما باستابشی توی این حالت نداریم پس توی این تابع سایدو باید ما دی رو صفر در نظر بگیریم. پس هر دوی این دوتا تابه رو ما در واقع میایم ساده سازی میکنیم و میبینیم که توی تابع اول ما یه A داشتیم و B و توی تابع دوم ما فقط ضریب C رو داشتیم چون حالت باستابشی در این قسمت برای ما توی اون ناحیه وجود نداشت. می چی کار میکنیم تو این مرحله حالا میایم شرایط مرزی که در درس گذشته بهش اشاره کردیم رو در این قسمت لحاظ میکنیم شرایط مرزی تو کجا توی ناحیه x مساوی با صفر که ما اینجا میگیم سایه که صفر ما باید مساوی باشه با 2 صفر ما از این رابطه وقتی این معادله رو قرار میدیم میرسیم به این که A مساوی میشه با B به اضافه C. شرط دوم رو در نظر میگیریم که گفتیم مشتق اول تابع سایه که ما در صفر باید متناسب باشه برابر باشه با مشتق اول تابع سای دوی ما در همین صفر که وقتی این رو انجام میدیم ساده سازی میکنیم رابطه ما به این شکل میشه کایک در آی منهای بی مساوی با کادو در سی خب توی این حالت وقتی که ضرب و تقسیم رو انجام میدیم و روابط رو با هم محاسبه میکنیم میرسیم به این نتیجه که بی ما که همون ضریب بی بود برابر هست با کایک منهای کادو تقسیم بر کایک به اضافه کادو در آ و ضریب سی هم بر حسب آ رو به دست آوردیم برابر با دوتا کایک تقسیم بر کایه که به اضافه کا در آ. با استفاده از ضرایبی که به دست آوردیم حالا به راحتی ما میتونیم ضریب باستاب رو به دست بیاریم که ضریب باستاب رو هم به شکل آر نمایش میدیم. خب برای اینکه بخوایم ضریب باستاب رو به دست بیاریم نیاز داریم به چگالی جریان ذرات که ما این رو با جی نمایش میدیم. به طور کلی چگالی جریان ذرات برابر با اچ بار تقسیم بر ام در آب توان دو هست. با استفاده در رابطه چگالی جریان میخوایم ضریب باستاب رو به دست بیاریم. تعریفی که برای ضریب باستاب داریم اینه که چگالی جریان باستابش تقسیم بر چگالی جریان تابش میشه همون ضریب باستاب. پس روابط رو در این معادله قرار میدیم آره ما مساوی با قدر مطلق بی به توان دو تقسیم بر قدر مطلق آب به توان دو که برابر میشه با یک منهای کادو تقسیم بر کایک تقسیم بر یک به اضافه کا دو تقسیم بر کا که مجموع اینها به توان دو ما با استفاده از این رابطه میتونیم اون ضریب باستابمون رو به دست بیاریم برای اینکه بخوایم ذریب عبور رو هم به دست بیاریم که ما ذریب عبور رو با تی نمایش میدیم باز اینجا باید بیایم از چگالی جریان استفاده بکنیم و اگر بخوایم تعریف بکنیم این ذریب عبور رو برابر هستش با چگالی جریان عبور تقسیم بر چگالی جریان تابش و این نکته رو هم دقت بکنی که یک رابطه بین ضریب باستاب و ضریب عبور وجود داره و اون این هستش که مجموع ضریب باستاب و ضریب عبور برابر با یک هستش پس وقتی جایگذاری میکنیم در معادله ضریب عبور ما برابر میشه با کادو در قدر مطلق سی به توان دو تقسیم بر کایک کا در قدر مطلق A به توان دو برابر هستش با چهار تا K2 تقسیم بر K1 تقسیم بر یک به اضافه K2 به K1 به توان دو. پس تا اینجا متوجه شدیم که ضریب باستاب ما صفر نیست. انرژی ذرات ما هم توی این حالت بزرگتر از انرژی اون پتانسیل پلهی هستش و وقتی که بررسی میکنیم میبینیم که احتمال اینکه ذرات بتونن از اون پتانسیل هم به یک نوعی بازتابشی داشته باشن ممکنه که وجود داشته باشه و این بازتابش میتونه حتی ناشی از رفتار موجی اون ذرات ما باشه اما اگر که انرژی ذرات کم بشه به مراتب باعث کوچکتر شدن ذریب عبور تی میشه و باعث میشه که این ذریب به سمت صفر میل بکنه و در نهایت چون این رابطه رو داشتیم که آر به اضافه تی برابر با یک هستش وقتی که تی ما صفر میشه پس میتونیم به این نتیجه برسیم که ضریب باستاب میتونه به سمت یک میل پیدا بکنه تا اینجا توضیحاتی که دادیم مربوط به پتانسیل پله ای بود که ما فرض کرده بودیم که انرژی ذرات بیش از پتانسیل هستن و دو تا ناحیه براش در نظر گرفته بودیم که اگر که خاطرتون باشه ما گفتیم توی ناحیه اول پتانسیل برابر با صفر هستش اما تو ناحیه دوم پتانسیل ما بزرگتر مساوی با صفر هستن پس حالا میخوایم حالتی رو در نظر بگیریم که توی حالت ای ما کوچکتر از وی صفره. اتفاقی که میفته به چه شکل هستش دقیقا معادله شرودینگر در ناحیه اول شبیه همون معادله شرودینگری میشه که به دست آوردیم در حالت قبل و ما توی این حالت میگیم که دی دوی سایه که ما تقسیم بر دی ایکس دو به اضافه کایک یک به توان دو در سایه که ایکس رو داریم که این برابر هستش با صفر یعنی این حالت دقیقا میشه مشابه حالت قبلی که در این درس توضیح دادیم. اما تفاوتی که توی این حالت ایجاد میشه بیشتر توی ناحیه دوم هستش. که توی ناحیه دوم وقتی که میخوایم معادله رو بنویسیم ببینید دی دوی سای دوی ما تقسیم بر دی ایس دو به این شکل تبدیل میشه. میشه منفی دو ام V صفر منهای ای تقسیم بر H بار دو در سایدوی X که توی این حالت رادیکال کل این قسمت رو به عنوان کادو در نظر میگیریم. توی این حالت کادو ما برابر با رادیکال دو M V صفر منهای ای تقسیم بر H بار دو. که رابطه ای که میتونیم برای سایدو به دست بیاریم برابر با C در ای به توان کادوی X ببینید تفاوتی که اینجا وجود داره دیگه توی حالت آی وجود نداره یعنی فقط کادوی X رو داریم به اضافه دی در ای به توان منفی کادوی X که اگر که ما بیایم X رو به سمت بی نهایت میل بدیم باعث میشه که C ما توی این حالت صفر میشه و سایدو ما فقط میشه برابر با دی در ای به توان منفی کادو است. و ما با استفاده از این معادله به راحتی میتونیم جواب نهایی رو به دست بیاریم این تفاوتی بود که بین دو تا حالت وجود داشت زمانی که ای کوچکتر از پتانسیل باشه یا ای ما بزرگتر از پتانسیل باشه معادله شرودینگر در فضای یک بودی رو توضیح دادیم و مسئله مرتبط با این موضوع رو حل کردیم. حالا میخوایم بیام به یکی از مسائل مهمی که در فضای سه بودی وجود دارن و ما میتونیم با استفاده از معادله شرودینگر اون رو حل بکنیم اشاره بکنیم. چاه دکارتی نام و تناهی یک مسائلی هستش که ما در فضای سه بودی میتونیم با استفاده از معادله شرودینگر حل بکنیم. برای حل این مسئله فرض میکنیم ما یک ذره داریم که در یک جعبه مکعبی که ابعادش رو با A نشون میدیم این ذره حبس شده. فرض میکنیم که خارج از دیوارهای نفوذناپذیر جعبه تا به موج ما برابر با صفر باشه. پتانسیل رو هم که چون داریم در فضای سبودی بررسی میکنیم و در دستگاه دکارتی این رو مد نظر قرار دادیم با V X Y و Z که سه معلفه هستند در حالت سه بود اینها رو نمایش میدیم. خب توی این حالت فرض میکنیم که پتانسیل ما V X Y Z برابر با صفر باشه. تو چه فضاهایی در X هایی که بین صفر تا A هستند البته در نواحی برابر با صفر و A ای هم این اتفاق میافته. همچنین وای هایی که بین صفر تا A هستن و وای ها در نقاطی هم که برابر با صفر و A هست و Z هایی که بین صفر تا A هستن یا نواحی که حتی خود زد برابر با صفر و A هست به طور کلی تابع پتانسیل ما برابر با صفر هستش. اما نواحی دیگه ای هم وجود دارن که در اون پتانسیل بینهایت از جمله ایکس کوچکتر از صفر بزرگتر از A وای کوچکتر از صفر وای بزرگتر از A زد کوچکتر از صفر و زدهایی که بزرگتر از A هستند پس ما تونستیم متوجه بشیم که تابع پتانسیل در چاه دکارتی نامتناهی به چه شکل هستش خب با این فرضیاتی که داریم حالا میخوایم بیایم معادله شرودینگر رو در این چاه دکارتی نامتناهی حل بکنیم. پس جواب هایی که میخوایم برای این رابطه به دست بیاریم باید هر کدوم با یک سری از متغیرهای جدا در نظر بگیریم. به خاطر اینکه سه بود داریم یعنی متفاوت با اون حالت یک بودی قبلا فقط با سایه X بررسی می کردیم الان X و Y و Z هم اضافه شدن به روابط ما و جواب ها رو باید هر کدوم براشون یک متغیر در نظر بگیریم مثلا سایه X و Y و Z رو میتونیم بگیریم X X Y و Y و Z Z معادله شرودینگر توی فضای سه بودی هم به این ترتیب داریم منفی H بار دو دو در روندوی سای تقسیم بر روند x2 به اضافه روندوی سای تقسیم بر روند y2 چون اینا مشتق دوم که داره از این گرفته میشه به اضافه روندوی سای تقسیم بر روند z2 که اینها برابر هستن با ای در سای x و y و z حالا میخوایم ببینیم که وقتی که ما میایم این محاسبات رو انجام میدیم با چه نتایجی برخورد پیدا میکنیم خب از اون رابطه میرسیم به این نتیجه که سای نx ایکس و ان ما در متغیر x و وای و زد برابر میشه با رادیکال دو a اوم به توان در سینوس Nx ایکس پی سینوس ان وای وای در a و سینوس Nz در پی زد که اینجا وقتی که دقت میکنیم میبینیم که اعداد کوانتومی که داره نشون میده اعداد کوانتومی پایین حالت هستن یعنی اون حالت پایهی که داریم در نظر میگیریم و برای این حالت میتونیم این تصور رو داشته باشیم که به طور کلی nx, ny و nz ما برابر هست با یک یک یک. حالا میخوایم انرژی رو به دست بیاریم. پس انرژی این حالت پایه هم برابر میشه با E nx وای در nz که برابر هست با اچ بار دو p دو تقسیم بر دو m آ دو در nx به توان دو به اضافه ny به توان دو به اضافه nz به توان دو. اگر که دقت بکنید ما اینجا داریم یک سری تراز های انرژی می بینیم که این تراز ها مرتبط هستن با اون ذره که توی اون جعبه مکعبی سه محبوس شده. خب وقتی که نگاه بکنید میبینیم که هر کدوم از این حالت ها خودشون یک تابع موج خاص دارن و انرژی که این حالت ها با هم دیگه دارن همشون با هم یکسان هستن. و وقتی که این اتفاق میافته یعنی انرژی تمامی اون حالت ها با هم دیگه برابر بر هست ما به این حالت میگیم حالت واگنی خب پس متوجه شدیم که به طور کلی ترازهای های انرژی ما توی این جعبه همگی دارای واگنی هستن یعنی چی؟ یعنی چند تا تابع موجی داریم که انرژی های اینها یکسان هستن ما میتونیم تعداد ذراتی که اینها توی هر تراز قرار میگیرن رو از طریق همه واگنی به دست بیاریم و مشخص بکنیم که چه تعداد ذرات در این ترازها قرار گرفتن خب در نهایت هم متوجه شدیم که ممکنه که خیلی وقتا پتانسیل ما دیگه فقط مثلا وابسته به x و y و z نباشه خیلی وقتا ممکنه که پتانسیل ما مثلا وابسته به آر باشه که اون وقت توی این حالت تفاوتی که با حالت دکارتی ایجاد میشه این هستش که ما مجبوریم یک عدد کوانتومی تحت تکانه زاویه ای رو بیایم به هر تابع موج اختصاص بدیم که معمولا ما اینجا توی حالت اون عدد کوانتومی تکانه ای رو با l نمایش میدیم و بر اساس اون تکانه ای میتونیم مسائلی رو که مرتبط هستند با هایی که وابسته به r هستند تو اون حالت نمایش بدیم و مسائل مختلف رو بر این اساس حل بکنیم حالا که با معادلات شرودینگه و نحوه حل مسائل در حالات یک بودی و سه بودی آشنا شدیم میخوایم به یکی از این خواص فیزیکی تابع موج ذره اشاره بکنیم یکی از این خاصیت فیزیکی تابع موج ذرهمون پاریته هستش که وقتی که ما میایم از عملگر پاریته در دستگاه مختصات استفاده میکنیم باعث میشه که یک انعکاسی نسبت به اون مبدع ایجاد بشه. البته این نکته رو باید دقت داشته باشید که وقتی که شما از پاریته استفاده میکنید هیچ گونه تغییری در اون سیستم یا هر کدوم از اون خواص اون سیستم ایجاد نمیشه و سیستم به همون حالت اولیه قبلیش باقی میمونه حالا میخوایم توضیح بدیم ببینیم مثلا عمل پاریته چی هستش یعنی اینکه اگر مثلا شما میان در دستگاه مختصات کروی از این پاریته استفاده میکنید یعنی اینکه آر شما تبدیل باید بشه به منفی آر یا تتا باید بیاد تبدیل بشه به پی منهای تتا و فی شما هم توی حالت باید تبدیل شه به فی به اضافه پی یا اگر مثلا شما در دستگاه مختصات دکارتی از پاریت استفاده میکنید یعنی اینکه ایکس شما تبدیل میشه به منفی ایکس وایتون تبدیل میشه به منفی وای یا زدتون تبدیل میشه به منفی زد و در هر کدوم از این حالات و اتفاقاتی که چه در دستگاه دکارتی چه در دستگاه مختصات کروی میفته در نهایت نباید تغییری در اون سیستم و خواص نهاییش ایجاد بشه معمولا برای بررسی برهمکنش نوکلئون‌ها ها از دوترون‌ها ها استفاده میکنن در ابتدا میخوایم یک تعریفی از نوکلئون‌ها ها داشته باشیم و بعد بریم سراغ معرفی دوترون‌ها. ها به طور کلی هر ذره که داخل هسته اتم هست رو بهش میگن نوکلئون اگر بخوایم نوکلئون ها رو یک دسته بندی داشته باشیم نسبت به اونها باید بگیم که نوکلئون ها هم میتونن یک پروتون باشن که پروتون ها بارشون مثبت هست و هم میتونن نوترون باشن که نوترون ها معمولا بدون بار هستن پس هر کدوم از پروتون یا نوترون که در داخل هسته اتم قرار گرفته رو بهش میگیم نوکلئون حالا میخوایم دوترون ها رو تعریف بکنیم و ببینیم که اینها چه نقشی رو در برهمکنش ها ایفا میکنن. به طور کلی به هسته اتم دوتریوم دوترون گفته میشه. این هسته دوتریوم که با شکل هیدروژن هم نمایش داده میشه معمولا بهش هیدروژن سنگین هم گفته میشه که معمولا با اچ دو نمایش داده میشه. پس دوترون هسته اتم دوتریوم یا همون هسته هیدروژن سنگین هستش و به طور کلی میتونیم بگیم که یک دوترون متشکل از یک نوترون و یک پروتون هستش هسته هیدروژن که ما به عنوان دوترون ازش یاد میکنیم به طور کلی میتونیم بگیم که این هسته هیدروژن ساده ترین حالت مقیده نوکل آنها هستش و همونطور هم که گفتیم معمولا از این دوترون ها برای بررسی برهمکنش نوکلون ها استفاده میکنند. توی این حالت میخوایم تکانه زاویه ای در دوترون رو مورد بررسی قرار بدیم دوترون ها گفتیم که متشکل از پروتون ها و نوترونها ها هستند پس چیزی که در تکانه زاویه ای کل در دوترون ها نقش داره اولا تکانه زاویه مداری نوکلون ها هست و بعد از اون اسپین پروتون ها و اسپین نوترون ها هست که نقش مؤثری رو ایفا میکنه پس زمانی که ما میخوایم تکانه زاویه کل در دوترون رو محاسبه بکنیم باید بیایم تکانه زاویه مداری نوکلئون ها رو به اضافه اسپین پروتون و به اضافه اسپین نوترون بکنیم و مجموع اینها در جمع به ما تکانه زاویه کل یک دوترون رو میده. پاریته دوترون یکی از خواص قابل تعیین دوترون هستش. زمانی که ما بتونیم رفتار یک تابع موج رو زمانی که آر ما تبدیل میشه به منفی آر رو نمایش بدیم میتونیم بگیم که توی این حالت از عملگر پاریته استفاده کردیم چون خود پاریته باعث میشه که آر ما تبدیل بشه به منفی آر وقتی که این اتفاق افتاد حالا ما میایم بررسی میکنیم مشارکت دوترون ها رو توی این واکنش ها و ببینیم وقتی که ما از عملگر پاریت استفاده میکنیم حالا چه اتفاقی میافته؟ نتیجه که حاصل میشه این هستش که نمایش داده میشه که پاریته دوترون زوج هستش و از آنالیزایی که انجام میدیم متوجه میشیم که پاریته دوترون به شکل زوج خودش رو نشون میده.